سلام به دوستداران رپ دری و بچه های عزیز افغانستان. بچه یک اتفاق خیلی تلخ و غم‌انگیز و دردناکی افتاده توی تهران. یه ویدیویی پخش شده که همون داستان در واقع جورج فلوید، حالا توی کشور دیگه، توی کشور ایران اتفاق افتاده و یکی از بچه های نوجوون در واقع افغانستان، 15 ساله فکر میکنم تا جایی که من یعنی متوجه شدم، باعث شد این اتفاق هم گردنش بشکنه و هم فکر میکنم فرستاده بشه به خود کشور افغانستان. من نمیدونم دلیلش چی بوده، حتی اگه دلیل در واقع قتلم باشه، مثلا این کار درستی نیست. حالا من فیلم رو مثلا اینو دیده باشید، حتی یه گروگانگیرم باشه طرف، حتی یه قاتلم باشه طرف، میرن با مذاکره مثلا حلش کنن، اولین قدمشون مذاکره است. کاری به این صحبت ها ندارم فعلا و بریم حالا واکنش رپرها رو به این اتفاق ببینیم. من نمیتونم ویدیو رو براتون بذارم به خاطر اینکه حس میکنم توی یوتیوب وایولنس بخوره و یک محتوای خشونت آمیز یوتیوب اجازه نمیده که ما این ویدیو رو بذاریم. بریم ولی ریاکشن رپرها رو به این اتفاق ببینیم، ریاکشن عبا مصطفی میری، همه واکنش نشون دادن بلا استثنا. بریم ببینیم چه خبره، بریم برمیگردیم. سلام از زانومت که جور باشین، اجرا کستین. یک ویدیوی بر من چپ راست رسال میشه که هاوی صحنه نرات کننده و دلخراش هسته که چندان مامور ایرانی یعنی نامتون مامور گرفتر لطکوب کد رایسته خیلی شدیدتر و خشنتر از صحنه که برای جورج فلوید پیش آمد که سرستاش کل دنیا رو برداشت. ما هر کار که در توان ما باشه و صلاح بدانیم و بتانیم انجام بدیم، شک نکو انجام میدیم و چشم انتظار کسایی که در لای پر قود اروپا سگم نیستیم، چشم انتظار زیر پاوای طالب هم نیستیم. یکی دیگه زیر طالب ها خوابیده، بازدگارم تشویق من کنه که بیاین زیر طالب ها بخوابین مزه میتا. خب من گایم خوار یک لک طالب و طرف برایش. استوری بعدی مصطفی میری رو ببینیم. در جنگل جهانی یک سری سازمان هایی هم دارم که برای حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر در جهان ساخته شده، ولی فقط بلدن ابراز نگرانی کنن. هر بلای سر هر انسان در هر جای دنیا بخوای بیایه، اونا فقط بلدن ابراز نگرانی کنن. اما تا الان که فکر میکنم دیروز بود این ویدیو پخش شد، تا الان جهانی شده، یعنی تقریبا خیلی جا پخش شده و ویدیوش هست، خیلی جا هست و باید دید به کجا میرسه دیگه. امیدوارم هرچی که واقعا حق درسته اتفاق بیفته. بریم استوریوی بچه های دیگر رو ببینیم، همه رو با هم میبینیم. و جواد 13 که این عکس رو گذاشته که من سانسور میکنم بچه اون تیکر رو، ولی خود عکس مشخصه دیگه، وسطش رو سانسور میکنم چون میگم یوتیوب حساس روی این قضیه ها. اینایت نوشته تکرار تکرار تکرار، از یکی از فری استایل های خودش رو ادستوری کرده، اگه روز نبودم یادم من صدا تو جای من بساز. و استوری بعدی مصطفی میری بازم است که میگه جرم انجام داده. بله جرمش چیه؟ افغانستان به دنیا اومد. میان مأمور آمریکایی رو محکوم میکنن. دیوان نوشته اینجا ایرانه. استوری بعدی استوری حسین دوست فامسته هست. استوریای همه تون رو دیدم، خیلی مردین، تسلیت وطن دار. دیگه ندارم اعتماد به هیچ کس، نقاب و چهره ها همه ریختن. به پا شد انقلاب تو این قلب، دورم نیست حزب باد به هیچ وجه. دورم نیست حزب باد به هیچ وجه. استوری دیگه فکر میکنم زرتشت. بله قرار ما فردا ساعت 10 صبح جلو سفارت ایران برلین آلمان حالا برای اعتراض. و استوری بعدی استوری راهوله که میگه اگه غیر قانونیه یا هر جور میکرده، رفتار اصلا انسانی نیست، شرف در آدم ها اصلا وجود نداره. آره میگم هر کاری باشه به هر حال در این حد خشونت آخه لازم نیست. و حالا مثلا اگه طرف بدنساز بود، طرف هیکلی بود، آقا قدرتت نمیرسید، اوکی
یه جوری باید خلع سلاح کنی طرفو، ولی وقتی من نمیدونم تیری نداشته، هیچ چاقویی نداشته، سلاحی نداشته، حتی میگفتن که ناشنوا هم بوده و خیلی دیگه، خیلی اوکی ادامه بدیم. بعدی ظفره که میگه هر ظلم اتفاقی که بر مردم مهاجر افغان در ایران و ملت ایران رخ میدهد مسئولیتش بر سل بازه رفاهد. استوری بدماش، وای از روزی که نوبت ما بشه نوشته. استوری زار رو ببینیم، یه افروز هم خیلی واکنش تندی نشون داد، اونم با هم میبینیم. میگه زار نوشته که این تو این داوری و بریم حالا استوری عبوم رو ببینیم. بچه ها قبل اینکه ببینیم عبوم چی میگه و نظرش چیه، بچه ها تا اینجا ویدیو رو واقعا به نظرم خوبه که لایک بکنید که هموطنهای من همین ویدیو رو ببینن حداقل، که بدونن که جا بیفته که این رفتار درستی نیست. ببینن، لایک بکنید، ایمپرشن بره بالا، ویو بخوره، ببینن، همه ببینن. و آخه من چیزی که از دستم برمیاد همین حده بچه، من بیشتر از این واقعا از دستم بر نمیاد. کاری که میتونم همینه، یک صدایی دارم که میتونم اونو حداقل پخشش کنم در حد توانم، که حداقل هموطنای خودم ببینن، چون من خودم تو ایرانم دیگه، همسنای خودم ببینن، مثلا بدونن آقا نجات پرستیه، این شکل رفتاره اشتباهه، هر کاری با طرف کنی همون سر بلا سر خودت میاد. بریم عبون ببینیم چی. سلام علیکم بچه ها، خدا کنه خوب بشین. دیروزا میبینم یک ویدیو رو هزار نفر دمه فرستدن، دمه دارم فوش میتن، خوار مادر بی غیرت افغانی ها رو دارن میزنن به برار. ما خود امروز اول که آمدم ایران ما رفخانه بیگیر گرفت برد اردوگاه، میخواست رد مرز کنه. این داستان مال آلی نیه، داستان 30-40 سال دارن آزار میتن. میگم ببین حالا اوکی، قانونی که نظر من بهتون بگم، قانونی کشوریه که میگه آقا مهاجرهای غیر قانونی نباید توی کشور باشن. اوکیه، منطقیه، غیر قانونیه، دیپورت میکنن هر جا که باشه دیپورت میکنن. موضوع نوع رفتاره، به نظرم موضوع شکل رفتاره. آقا صحبت هم میشه، تو در حد اینکه دستاشم بگیری میشه، میدونی چی میگم؟ یعنی انقدر نیاز به خشونت نداره، درست قانونه اوکیه، بفرستش بذار بره، بگیرش دستگیرش کن، ولی به شکل درستش، به شکل قانونیش. واقعا بریم بعد همه همون کمینی هنهاجی، من الان وردارم بگم چی بگم؟ بگم ایرانی ها فلان فلان فلان. خب افغانی هم بد داره، ایرانی هم بد داره، چهار تا بیناموز که یک گویی خورد که نمیشه همه رو که دو بزنی، یا مثلا افغانی ها یک کاری کرد که نمیشه همه افغانی ها فلان. بینید چیم انتظار از ما چی داریم؟ مثلا بلندشون استوری بگیرم بگم خوار مادر فلان، برام خودم روز اول که رفتم مرد افغانی بگیر گرفت، مال امروز و دیروز نه، یک دنه ویدیو وایرال شد کلگی او سر غیرت شدن. آرام، داستان از قدیم بوده تا الان هم ادامه داره، همه جای همه امروز یک رقم نیان. بریم ادامه داره استوریش. تو از صدق سری ما عبوم شدی و مچه ما تو را حمایت کردم، در این جایی که رسیدی خود فراموش کردی و وطن فروش شدی و برار. مگه سر یک ویدیوی چند سال پیش یک گله رو گرفتن کشتن، چند سال پیش تر یک گله رو گرفتن نمیدونم زنده زیر خاک کردن، نمیدونم فلان کردن. خود ایرانی ها دست از اینا آسی هن، ماهی که دیگه افغانی هم آجی میدونی چه مگم بکشم بیرون آجی، انگار من بمب اتم دارم بزنم. خود ایران بچش، مردم خود ایران حدیث اینا واسی هم ماهی که افغانی هم دیگه، میخوای چکار کنم؟ برای کار از خاطر یک دن ویدیو سر غیرت نشین، از این ویدیو هزاران هزارانه، ما یه از یاد ممره چهار دو ماه دیگه یه از یاد ممره یک ویدیو دیگه جمعه. من میدونیم واقعا بدتر از اینا هم هست، یعنی بدتر از این ویدیو هم هست، و فقط هم بلش بریم آقا باز دوباره سرسیخ میشم. برای داستان بوده از قدیم بوده، ولی ارقمی هم حساب نکنه که همگی لاشی هم بلانس به خار کسن. برای خوب هم هست، من نمیتونم از خاطر چهار تا بیناموز یک حرکت کسیر زده برم بگم کل ملت فلان. آرام ترانکیلو. خب بریم واکنش افروز رو حالا ببینیم. افروز اولی استوری میزنه و بعد توی تلگرامش یه صحبتی میکنه. اول استوری افروز رو ببینیم.
میگه که تنها دولتی که بعد از خود افغانستان به افغانی جماعت ظلم کرده فقط دولت ایرانه. خدا هیچ کس رو مجبور به مهاجرت نکنه. حالا صحبتش داخل تلگرام. یه اول که میاد چند تا فحش و اینا میده، میگه که دوم هم لعنت به اون رپرایی که آیه ندارن این آهنگ واسه این وضعیت بخونن. فقط بلدین به ردبول من دیس بدین. اگه قومیتی هم باشه طرف از قوم هزاره است. یه حرکتی بزنید. ما افغانی ها بدبختنی مردم دنیا هستیم. جایی که باید صداشون بلند بشه هیچ گویی نمیخورن. سوسان و سرور رو بگو پست بذاره. ملت فقط دنبال معروفیت هستن. کسی عمرش هم نیست شرفداری توی دنیای واقعی داره با ما افغانی ها میشه. کارزار رپی را بندازین حداقل. الان نگین منظور همه رپراست. منظور من کسایی هست که سنگ قومیت به سینه زدن و دیس میدادن. دو تا وایس هم گذاشته گوش کنیم. یه هفته بعد کارم رو گاهی دید خودتون رو نامسن چپ و راست کار پخش شد. نوش جونتون بازید گرفتید هر کاری کردید. الان نیاید دیگه فریستایل های کسشر قدیمتون رو استوری نکنید به خورد مردم ندید. این تیکه به اینایت هم هست. بیایید یه کاری بکنید. چون اینایت الان یه عد استوری کرده بود. اگه واقعا پشت مردمید اونجا به ما گفتید توهین شده، آی توهین شده، کل آدم ریختن رو سر ما، توهین کردی به قوم ما، الان دارن میزنن مردم رو تو خیابون. الان باید یه کاری بکنید. جایی که باید بکنید نمی کنید. فقط استوری میذارید، کسیر میدونسید. استوریاتون رو بکنید تو کونتون، فایده ای نداره استوری. الان دیگه بحث توهین نژادی و اینا نیست کلان، بحث افغانستانه. بحث اینه که تیریبون دارید، از تیریبونتون برای کسیمداری استفاده نکنید. میایید سری میرید پول استادیو میدید کار پخش میکنید، آی فلانی یه کار داده بریم بچستیم بهش. بحث اون نیست. آوروی مارکت آوردید که کنار، کلن ریده شده تو مارکت کنار. الان ببینیم چیکار میخواید بکنید. ببینیم خواهش دارید مثلا نایی که اون برن. ما که هیچ موقع سنگ اجتماعی خوندن و سینه نزدیم، یه کارم دادیم و گفتن آقای خواهی مالی داره میکنه. نه آجی، برید برای خواهیتون ببینیم این رب، ببینیم چیکار میکنید. اعتراضتون ببینیم به جایی میرسه. او یارو سوسان سرور کیه اونو بگید پست بذاره انگلیسی ترجمه کنه. شرکت فانتا رو این دفعه چیز کنه. شرکت سنیچ رو باید این دفعه تک کنه. فکر کنم ایرانی هم از شرکت ها. ریدید آجی ریدید، بعد هم ریدید. خب واکنش افروز هم دیدیم، ادامه بدیم استوری بچه‌ها رو با هم بخونیم. کیوان هستش که میگه امیدوارم یک روزی مجبور به مهاجرت بشید و ببینید که هموطنان عزیز من به طریق دیگه این مهمان نوازی رو به شما نشون میدن. خجالت زده بودن این اون صورت‌ها دیدن نداره، ولی ای کاش همه بفهمن که دنیا اینقدر ارزش نداره که آدم‌ها اینقدر پست و مظلوم کش باشن. قلدری کردن واسه کسی که چیزی واسه باختن نداره هنر نیست. استوری بعدی رو ببینیم از سیاوش نگهبانی که میگه اینا براشون فرقی نمیکنه ایرانی یا افغانی. یه سالی یه جوانایی رو شلیک کردن. ادامه بدیم استوری ها رو. زرتشت باز هم میگه there is no difference between George Floyd and this Afghan teenager, he's 15 years old. یعنی 15 سالشه و فرقی نیست بین این جوان افغان و در واقع جورج فلوید. انگلیسی هم نوشته، شاید چون فالوور آلمانی خارجی داشته باشه. زرتوش داره. و فردا تایم استوری زده میگه این همون پلیسی است که موقع اعتراضات جوانهای هموطن خودش رو الان میاد به یک افغان رحم کنه. اگه توی المپیک امسال رشته این کشتن انسانیت بود، این میتونست خودش شرکت کنه و مدالهای طلا رو درو بکنه. استوری بعدی البکه که میگه انسانیت مرده این حوالی. استوری بعدی استوری فضایی میگه آیه ندارم تاکسی سوارشم میترسم چی؟ تندر در تاکسی باشه. تندر بچه چیه؟ و رب بر مهاجر بخونه. خیلی واقعا فکر کنم تنها جایی باشه که رپرها اینقدر متحد شدن. من چیزی جز این که بخوام مثلا هموطنای خودم رو بگم که آقا میدونن حاجی، خیلی ها میدونن، میدونی خیلی ها که همسن منن بزرگترن، خیلی از آدم ها هستن که میدونن چجوری باید رفتار بکنن، اصلا پی خشونت و این داستان ها نیستن. یه سری هم هستن واقعا با صحبت من و شما و استوری من و شما اتفاقی نمیفته. اون شخصیت همین جوریه، اون اخلاق همین جوریه، خشونت خشن دوست داره.
کاریش هم نمیتونیم بکنیم، اما تا جایی که ما بتونیم اطلاع رسانی میکنیم، به این میگیم، به اون میگیم. اینم تنها کاریه که من از دستم برمیاد و امیدوارم که واقعا یه سودی داشته باشه، واقعا حداقل کسایی که یه ذره افکارشون سمت نجات پرستیه یه ذره حداقل افکارشون عوض بشه. استوری مهدی هاتف بچه‌ها میگه که اون جوان که مادرهای کارگر وطن ما دورش ناله دارن یک افغانه. اون جوانی که میگه دورش دارن داد میزنن افغانه. به جرم افغان بودن گردنش شکست و دولت انتحاری پرور ما نظارتگر است، نظارگر است، یعنی داره مشاهده میکنه فقط. و تمام، یک فیلم پخش شد و بعد مدتی گم و فید میشه و این داستان ظلم و بی‌ناموسی ادامه داره. هر کس از فرهنگ اکثریت این ملت حرف زد، بدونین یا چاپلوسه یا نمبر نرخ روزخوره یا بی‌هویت. لعنت خدا بر بنده ظالم. اگر روزی چرخ فلک برخایش آمد و چرخید، هستیم ما و هم سایه ها. یا آسیب بادی آمد چرخید، آسیاب ببخش باش، ولی صد لعنت به امارت خائن. من شخصا اگر یک هموطن پشتو یا بقیه اقوامو ببینم به کسی تعرض میکنه، در خون خود تر میشوم. چرا وطندارهای هموطنهای ما بقیه اقوام اینقدر سرد و بیروح شدن؟ از مملکت نفرین شده به اسم افغانستان هستیم و هر چه سرمان میاد مقصر خود ماییم. استوری مهدی هاتف. خب استوری بیشتر بچه‌ها رو دیدیم. بچه بیشترشون اد استوری کردن اون ویدیو رو که داره پخش میشه. خیلی ها، ساهر، مهاجم، حالا کسایی که بچه‌ای که نبودن داخل این ویدیو، همشون اومدن استوری گذاشتن و همشون در واقع سعی کردن که اینو به گوش جهان برسونن، این ویدیو رو. ولی خب دیگه چون همه شبیه هم دیگه بودن، گفتم در همین حد بسه و منم واقعا قصدم اطلاع رسانیه و امیدوارم که درست شه دیگه، همه چی درست شه. درست میشه. حرفی نداریم برای گفتن دیگه. من واقعا حرفی دیگه ندارم بزنم، اصلا زبانم قاصره اصلا. ولی درست میشه، ایشالله که درست میشه. ایشالله همه صلح میکنیم، همه با هم خوبیم، همه انسانیت دارن، همه با هم بنی آدم از یک دیگر میشن بالاخره. مرسی تا اینجا همراه من بودید بچه ها. دست به دست کنید هم ویدیوی اصلی و چون من نتونستم ویدیوی اصلی اینجا به نمایش بذارم به دلیل اینکه یوتیوب اجازه نمیده، اما در همین حد اگه رفیق ایرانی دارید، اگه خیلی هم من برای خیلی ها میفرستم و امیدوارم که بچه هایی که ایرانی هم هستن ببینن این ویدیو رو. مرسی تا اینجا بودید فعلا. تا بعد.